السلام علیکم بینندگان عزیز، اینک نشر نوبتی بخشی خبری پیامی روز از طریق تلویزیونی سرخ منظوری شما میگردد. در استودیو با شما جهانگیر صابیرف. طوری که خبر دارید، روزهای آخر هفته گذشته در ناحیه سرخ فوروم معنویت تشکیل کرده شد. در دوره فوروم مذکور بین کارمندان کارخانه و تشکیلات و مؤسسه های تعلیمی ناحیه سرخ بازی اینتلکتوالی زکاوت گذرانیده شد که لوحه اولین ما در همین خصوص. بازی اینتلکتوالی زکاوت پیشتر تنها دوست جماعی دائمی را فرا گرفته بود، اما سالهای آخر کلوبی زکاوت تشکیل کرده شده فعالیت آن باز هم رواج یافت و امروز ها در آن جماعه ها از دیهات دوردست کشور نیز امکان اشتراک کردن را پیدا نمودند. قرار پرزیدنت جمهوری ازبکستان درباره چاره های به حرکت عموی معرفتی بین اهالی تبدیل دادن بازی اینتلکتوالی زکاوت و رشد دیگر بازی های اینتلکتوالی قبول گردیده بود و در اساس قرار مذکور امروز ها در هر شهر و ناحیه های کشور برامون بین جوانان، اهالی، کارمندان اداره های دولتی بازی اینتلکتوالی زکاوت گذرانیده می شود که این در افزودن دانش، اقتدار و جهانبینی اشتراکداران اهمیت بس و مهم کسب می کند. از این جهت در مرکز سالمگردانی نورسان ناحیه سرخ بازی اینتلکتوالی زکاوت با تشبس فیلیال ولایتی مرکز معنویت و معرفت حاکمیت ناحیه سرخ تشکیل کرده شده، در آن کارمندان کارخانه و تشکیلات و مؤسسه های تعلیمی با هم قوا آزمایی کردند. در آغاز آزمون راهبر مرکز معنویت و معرفت ولایت اینچنین جانشین حاکم ناحیه سرخ قائد مسئله های اجتماعی به سخن برآمده معلوم کردند که منبع چنین آزمون ها بین کارمندان اداره های دولتی منتظم گذرانیده می شوند. بعد آن آزمون آغاز یافت. دمه 8 سوال: روسیه گه او دستلب منگولیادن 1638 یلده داره صفته یبارلگن، روسیه ده اونی استعمال قلش 18 asr o'rtalaridan boshlab odat tusiga kirgan. Diqqat, savol u nima? Savolni qaytaraman. Rossiyaga u dastlab Mongoliyadan 1638 yilda dori sifatida yuborilgan. Rossiyada uni iste'mol qilish esa 18 asr o'rtalaridan boshlab odat tusiga kirgan. Savol gap nima haqida ketmoqda? Mana bitdi, yana bitdi. Qiluvchilar qilgan xatosidir. Guvoh. سوال ها البته دشوار، اما برای شخصی که بسیار کتاب خونده است و دانش خوب و کافی دارد آسان بود. ده جماعه در بازی اینتلکتوالی با هم قوا آزمایی کردند و برای غالب شدن سعی و تلاش نمودند. مقصد اساسی از گذراندن بازی اینتلکتوالی از آن عبارت است که نه فقط در بین مثلا سوهای یک سوها، بلکه در تمام سوهای گوناگون از جمله مثلا شفاکاران، معلمان، منوچهان، تمام سوهای جمع کردن از اون عبارت است که انسانهای استعدادناک دانشمندان در بین ناحیه سخمان بینهایت بسیار است، در هر سوها بسیار است. این سبب گذارنده این گونه بازوهای اینتلکتوالی برای باز هم زیادتر کردن معنویت ما، برای دانش ما زیاد کردن البته خدمت میکنند. برای تشکیل کردن این بازوهای اینتلکتوالی برای تشکیلاتشون به نهایت نداره خیش رو استور میکنه، باز هم این خیلی بازوها بیشتر شدن گرد. فکر میکنه که صفی دانشجویان، صفی دانشمندان در ناحیه سخمان به نهایت بسیار میشه. بازی اینتلکتوالی در سطح خیلی بلند با بحث و تلاش های زیاد برگزار گردیده، همین را ثابت نمود که هر یک انسان در کدام ساحه کار نکند، البته با مطالعه کتاب مشغول شدنش شرط است. برای موفق شدن در بازی اینتلکتوالی بسیار چیز را دانستن ضرور، برای دانستن البته خواندن لازم است. Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi Farg'ona viloyatining bo'limini tashabbusi bilan mana So'x tumanida 2 kundirki ma'naviyat forumi tashkil etilgan. Ma'naviyat forumining doirasida bugun So'x tumanidagi korxonalar, tashkilotlar uchun alohida zakovat intellektual o'yini tashkil etildi. O'zi bu mana shu o'yindan ko'zlangan maqsad jamoalarni birlashtirish, albatta fikrlashga, mushohada qilishga, tafakkur qilishga yana bir bor undash. O'ylaymizki, bu o'yin barchamizni birlashtirdi, nafaqat so'xliklarni, korxona tashkilotlarni, balki mana shu Farg'ona viloyatida ma'naviyat sohasida faoliyat olib borayotgan rahbarlar ham ishtirok etishyapti bu yerda. Korxona tashkilotlari bilan birgalikda mana shunday bir katta tadbirda biz birlashdik. O'ylaymizki, ma'naviyat bu katta kuch. Davlat rahbarini aytganidek, ma'naviyat
har qanday sohalarda 10 qadam oldinda. Ya'ni yangi harakatga, yangi kuchga aylanish kerak. Va biz bugun mana shu narsani, mana shu So'x tumanidan topdik. Ba'di anjomi ozmun g'olibon muayyan karda shudan va joyi avval nasibi guruhi kolleji pedagogi nohiyi So'x dasht joyi duyumro jamoai lazari maktabi raqami dahum ishg'ol karda boshan joyi seyum nasibi dastai javononi sektori chahorumi nohiyi So'x gasht. G'olibon va ishtirokdoroni behtarin az janibi markazi ma'naviyat va ma'rifat hokimiyati nohiyi So'x bo tuhfahoi garonbaho taqdironida shudan. курсҳои репетитори аз рӯи фанҳои забонҳои хориҷӣ дар мактабҳои ноҳияи So'x низ ташкил карда мешаванд. Хусусан дар мактаби рақами даҳуми ноҳия омӯзиши забонҳои хориҷӣ хеле хуб ба роҳ монда шудааст, ки чанде пеш яке аз хонандагони ин дабистон соҳиби сертификати махсус гашт. Мавзӯро давом медиҳем. تبریک میکنم خواندن و موفقیت. شهروخان حمیدجانوف خواننده صنف 11 مکتب رقمی 10 میباشد. تشکیل کرده شدن کورس رپتیتوری از روی فن زبانهای خارجی در مکتبمون برای ما امکان داد که زبان انگلیسی را پورا آموزیم، گفت او، که از این چند پیش صاحب سرتیفیکات مخصوص شده برای داخل شدن به مکتب عالی صاحب امتیاز گشت. صاحب سرتیفیکات ملی گشتم و از این خیلی خوشندم، چون که من از خردسالیام با آموزش زبان انگلیسی شوق و هوس زیاد دارم. برای داخل شدن به مکتب های عالی این سرتیفیکات به من خیلی امکانات کلان نمیده. من بگم به زمه اتبته ko'pgina darsdan tashqari bo'sh vaqtlarida o'quvchilarni band qilish sohasi bo'yicha asosan ko'plab to'garaklar tashkil etilgan. Xususan ingliz tili bo'yicha aynan o'zim faoliyat olib boraman. Birinchi o'quvchim hozir aynan So'x tumanida o'z natijasini berdi. Xususan 8 oy deganda B2 sertifikatini qo'lga kiritdi. Dar maktabi mazkur Shohruxxon barin xonandagoni iqtidornok beshumoran Diyorbek Xoliqov va Gulsanam Rahimjonovaho dar olimpiadi fanhoi kimyo va biologiya در مرحله اول جایهای نمایان را اشغال نموده برای اشتراک در مرحله دویم را خط گرفتند. من در المپیاد در اسفنهای خیمی و بیالوگی جایهای اول را گرفتم و با شهر قوقن را خط گرفتم. من کوشش میکنم که در آینده هم در رسپوبلیکا نامی ناهیمان مکتبمون را حمایه کنم. البته در حاضر در کشورمان برای ما جوانان بسیار امکانات ها موجود است. من همسفانم را هم دعوت میکنم که کوشش کرده از همان امکانات ها عاقلانه استفاده برند. بیرون از درس های مکتبی درس های علاوگی هم جاری کرده شد. از این امکانات ها ما خوانندگان ثمرانوگ استفاده برده شدیم. از جمله خود من در المپیاد اینستیتوت قوقند در ناحیه So'x جای سیم را اشغال نموده با قسمی نوبتی با قسمی ولایتی راحت گرفتم. از امکانات فراهم استفاده برده با ماموریت مکتب تشکری خود را بیان میکنم. وقتی آخر دبستان مذکور موفقیت های زیاد را به دست می آورد. در قسمت ناحیوی مسابقه ورزشی که با تشبوس اتفاق کسبه در بین آموزگاران تشکیل کرده شد، آموزگار صنف ابتدایی مکتب غیرجان دوسماتوف از روی شاهمات جای اول را اشغال نموده به مرحله ولایتی راحت گرفت. شاهمات چنانی که میگویند این گیمناستیکی عقل است. کسی که با بازی شاهمات شغل میورزد جهان بینی وسیع میشود. عقل رانی، ادراک، صبر عموماً یک از فایده خالی نیست. اهمیت شاهمات رو من در اون میبینم که یکم باز میگویم عقلان آدم انکشاف مییابد، هم کسی که مشغول میشود، هم دوستی بین آموزگاران و معلمان و طلبه ها مستحکم میشود. من میخواهم که همین گونه بازی ها باز بیشتر گذرانیده شود و صف اشتراکچیان زیاد شوند. موفقیت های پی در پی خوانندگان و آموزگاران ما این موفقیت مکتبمون بود. ما از این خیلی شاد گشتیم و عهد کردیم که آنها را دستگیری نموده و رغبتناک سازیم، گفت دایرکتور مکتب امیدجان نوراللهیف. خوانندگان ما، آموزگاران ما در مسابقه سپورت، در مسابقه ذکاوت، در المپیاد کیمیا بیولوژی جای اول را گرفته آمسیان. البته این موافقت آنها موافقت مکتب ما می باشد. در مکتب ما همه شرایط ها مهیا کرده شدگی. کورس های رپیتیتوری تشکیل کرده شدگی. من در کورس های رپیتیتوری ما یک خواننده ما
حامیدجان شاهرخان صاحب سرتیفیکات گشت. رغبت کلید موفقیت است. از این جهت در مکتب تدبیر تشکیل کرده شده خوانندگان و آموزگارانی که به موفقیت ها نایل گردیدند از جانب ماموریت دبستان تقدیرانیده شدند. همچنین در مکتب یرمرکی کتاب تشکیل کرده شد. در یرمرکه قسم زیادی خوانندگان مکتب خیلی فعال اشتراک کرده کتاب های دلخواه خود را خرید کردند. در سمرقند که صیقل روی زمین به شمار می رود، مجموعه های تاریخی بشمار بوده. در باره تاریخ دو مجموعه مشهورترین این شهر کهن، مخبرمان جواهر غنی جانف گزارش آماده ساخت. توجه کنید. سمرقند صیقل روی زمین است. این شهر کوهن و همیشه نوجوان امروز به مرکز سیاحان تبدیل یافته است. بگیم خطای صادر نخواهد شد. مدرسه و مسجدهای کهنه، جایهای تاریخی این شهر، آرامگاه نابیغگان عالم شمول که در این زمین مقدس تولید شده و به کمال رسیدند، واقعا هم دقت سیاحان خارجی را به خود جلب می‌سازد. کسی نیست که امروز درباره ریگستان این شهر عظیم نشنیده باشد. حالا ما در مرز ریگستان قرار داریم. مجموعه ریگستان از سه یادگاری معماری عبارت است که در شهر سمرقند جایگیر است. ریگستان یادگاری نادر معماری آسیای میانه با رایشات رنگارنگی سفالها، پدمنت‌های کندکاری و گنبدهای عظیم میباشد. ریگستان مرکز علم، سیاست و دین شهر سمرقند بود. در عصرهای میانه مرکزها در تمام شهرهای بزرگ جهانی اسلام ریگستان نام داشتند. میدان ها با چنین نام ها در بخارا، شهری سبز و تاشکند نیز وجود داشتند. میدان ریگستانی سمرقند یکی از خیابان های با حشمت و خیرت انگیز آسیای مرکزی به شمار می رود. میدان تاریخ چندین هزار ساله دارد. ریگستان در زمان امیر تیمور به مرکز سمرقند تبدیل یافت. در زمان اولوغبیگ اهمیت آن باز هم بلند شد. امروز این مجمع همیشه پرپوری سیاحان وطنی و خارجی می باشد. اگر در باره توریست سمرقند گپ میزگی باشیم، من در وقتهای آخری حقیقتاً هم توریست ها به سمرقند زیاد شده آمیستیم. اگر در من 10 سال پیش، 15 سال پیش من گفته حساب کتاب میکنی باشیم، تاریخ منی آکده. اونها نمیدانستن این خیلی سمرقند روی زمین بوده گیشه. من خوازم همین سال خواب آمدم با اوجه سمرقند به خط زیادش توریست ها سانهاش مول. من خودم رو دیده گشته، من ریگستان میدانش با خوازم، من گرچه بیگانی شده رفتال شد، بیگانی شده رفتال شد، خیلی توریست ها گشته. این گفته گشی من همین جمهوریت ازبکستان این ولایت سمرقند و بودگی توریست های امساگوشان جدی هم بسیار. طبق معلومات ها در یک سال میلیون ها سیاح از ولایت های ازبکستان و کشورهای خارجی خصوصا اروپا و امریکا به این منزل می آیند. باز یک مجموعه تاریخی صیقل روی زمین، این مجموعه شاهی زنده بوده در تاریخ و سرنوشت نیاگان ما مقام خاصه دارد. آن در قسم جنوبی سمرقند باستانی واقع بوده، یکی از زیارتگاه های مقدس به شمار می رود. نام شاهی زنده به نام قسم ابن عباس، عمک حضرت محمد مربوط است. اکثر بناهای مجموعه مقبره های می باشند که در بالای قبرهای آدمان منصوب به خاندان شاهی ساخته شدند. مجموعه معماری شاه زنده در سه قسم ساخته شده است. مجموعه از دروازه بزرگ کندکاری وارد می شود. در دیوار غربی بام نوشته شده است که آن را عبدالعزیز بهادر ابن اولوغبیگ ابن شاهروخ ابن تیمور سال 838 هجری ساخته است. مجموعه شاه زنده نیز در چهار فصل سال پرپر سیاحان خارجی و وطنی می باشد. چون این مجموعه های تاریخی در شهر سمرقند چوقند خیلی بیشمار بوده، ما کوشش میکنیم درباره آن مجموعه ها نیز گزارش ها آماده سازیم. در نوحه سوخ برای محافظه اهالی خاندان ها و میدان های کشت، سلرو ها را از ریگ و شغل تازه نموده اطراف آنها را مستحکم کرده استادند. لوحه نوبتی ما از جریان تازه کنی سلرو دهه لیمبور می باشد.
برای تازه نمودن سیل روها که در نتیجه آمدن سیل از ریگ و شغل پر شده بودند، از جانب شعبه وضعیت های فوق العاده ناحیه سوخ کارهای نظررس انجام داده می شوند. تکنیک های ضروری جلب کرده شده، 3340 متر مکعب سنگ و ریگ و قطعه های راهی موجودی در آمدگاه از راه سیل میرواد در محله لمبرگ ناحیه سوخ و قطعه های راه روان اونبرک در نتیجه آبخیزی پر شده بودند تازه کرده شدند. شغل های سیل روهای پر شده به جای های کوفته شده کناری راه ها ریخته شدند. لمبر سیل یولگه 22 اپریل کنی 45 کوبه اطرافده کشلو یاغن گرچیدی نتیجه ده تاغلردن آقب بگن سیل آقملاری منشو لیمبور سیل یولگه سیل آقب گلد منه حاضر کنده سوختو منه حاکملیگه دیگشلی متصاد تشکراتلم نه همکارلیده لیمبور محله فقرار ایغنی احالسی بله همکارلیده Yana sodir bo'lishi mumkin bo'lgan sel oqimlarini oldini olish maqsadida ushbu Lembur sel yo'lini hozir hashar yo'li bilan tozalayapmiz. Bu kabi to'lib qolgan sel yo'llarimiz hozirgi kunda So'x tumani hududidagi barcha sel ariqlarimizni تازه‌لرش لر عملش لر دوام می‌تواند. می‌توان گفت که در نوحه سوخ برای محافظت نمودن اهالی از آفات‌های طبیعی خصوصاً آبخیزی و آمدن سیل یکچند سیل روها سال گذشته بنیاد کرده شده و بعضیشان از تعمیر برآورده شدند. در دوام سال روان نیز بنیاد سیل روها و مستحکم نمودن اطراف آنها در محله‌های ملبد، دمیرصد، هوشیار و بعضی یکچند محله دیگر در نظر داشته شده است. طوری که خبر دارید هفته قبل در نتیجه آمدن سیل از کوهپوره‌های لمبور سیل روی این حدود از ریگ و شغل پر شده بود. از این جهت تکنیک های ضروری اساساً به این حدود جلب کرده شدند. محله بالای لیمبرند جوهای سیل ویران کرده برای درست کردن تکنیک های کتی یاردم کردن من سیل راهش کلان کرده کفزا دیم من چهار روز پنج روز شد که من خشر راهش کردی آب بود کنم بگنم آقا دارون افتا حرکت کسو دیم. مستحکم نمودن اطراف سیل روها در حدود ها همان دوام دارند. شعبه وضعیت های فوق العاده ناحیه سوخ اهالی ناحیه را هشدار می سازد که در روزهای بارانی از منزل هایی که خف آمدن سیل وجود دارند دور باشند و فرزندانشان را از نظارت اصلا دور نگذارند. بینندگان عزیز، بخش خبری پیام روز دوام دارد و حالا شرح مختصری خبرهای مهمترین کشور را به شما می رسانیم. در دوام سال 2023 برای 10,000 نفر ازبکستانی به خطای سیاحت تشکیل کرده شده است. اینچنین در این مدت از رسولکی خلقی خطای به ازبکستان نزدیک 45,000 نفر سیاح تشریف آوردند. در سال جاری نقشه دارند که این نشانده یکچن برابر زیاد شود. جانب ها به یک قرار آمدند که پروازها در ماه ایون در یک هفته یک مراتبه و بعدتر سه مراتبه به عمل برآورده می شود. جام آسیا دسته المپی ازبکستان عربستان سعودی را مغلوب کرده به نیمه فینال برآمد. المپیاچیان ما به نیمه فینال راحت گرفته برای گرفتن راحت با المپیاد پاریس قوا آزمایی را ادامه میدهند. امروز 29 اپریل بازی نیمه فینالی میان ازبکستان و اندونزی برگزار شد. چورابینی بین المللی شهری سبز پایتخت سیاحی سازمان همکاری اقتصادی به کار آغاز نمود. در دایره آن فستیوال گاسترونومی با اشتراک آشپزهای مشهور که از کشورهای جهان آمدند برگزار گردید. در این جشنواره بیش از 30 نفر استادهای بهترین طعام‌های ملی کشورهای خود آماده کرده در میدانچه مخصوص پیشکش اشتراکچیان چورابینی نمودند. در تاشکند زن قلاو و شریکانش بازداشت شدند. معلوم گردید که زن 40 ساله به نام زیاده از 80 نفر کردیت رسمی کنانیده تکنیک خرید کرده است و این جنایت را با همراهی شریکانش جوانان 27-28 ساله صادر کرده است. از روی معلومات حجت های ارخیب و پیشتر 12 مراتب سوز شده برآمده است. خلاصه عیبدار موافق کدکس جمهوری ازبکستان با ماده 168 قلابی عیبدار دانسته شده به مدت 5 سال و 2 ماه از آزادی محروم کرده شده است. در
در کنیا بر اثر آبخیزی بیش از 90 نفر به هلاکت رسید. ماه دویم بهار به پایان رسیده باشد هم در ولایت سغد برف می بارد. هندوستان از روی شماره اهالی در جهان جای اول را اشغال نمود. با چنین خبرهای مهمترین جهان صحیفه دنیا 24 منظور شما می گردد. در کنیا بر اثر آبخیزی بیش از 90 نفر به هلاکت رسید، ده ها نفر تا حال بیدرک شده، می نویسد یکی از مطبوعات های خارجی. در نایروب نیز فوتیدگان جای دارند. در یک قطار نواحی کشور مکتب ها، کارخانه ها و خانه های استقامتی خراب گردیدند. ماه دویم بهار به پایان رسیده باشد هم برفریزی از مناطق کوهی سغد دور شدنی نیست. از نواری که ساکنان دهه بسمنده نوحی دیوشتیج پهن کرده اند، برفریزی همان در این حدودها مشاهده می شود. این در حال است که این دهه ها ضمناً ایام گلکنی درختان شروع شده. ساکنان می گویند خوشبختانه حرارت گرم است و تاثیر برفریزی به گل درختان بی اثر خواهد بود. آبخیزی بر اثر بارشات شدید در تانزانیا و بوروندی رخ داد که در آن دست کم 150 نفر کشته و بیش از 200 هزار نفر ضرر دیدند. در این باره مطبوعات های محلی خبر می دهند. هندوستان با تخمیناً 1,442,000,000 نفر اهالی در جهان جای اول را اشغال می نماید. در جای دویم چین است که در آن 1,425,000,000 نفر زندگی می کند. گفته می شود در گزارش فوند نفوذ سازمان ملل متحد تقریباً 24% هندوها کودکان تا 14 ساله می باشند، در حالی که گروه سن و سال از 15 تا 64 ساله 68% را تشکیل می دهد. در برابر این آدمان 65 ساله و از آن کلان 7%. دوامناکی عمر مردان 71 و زنان 74 می باشد. محققان پیشگویی می کنند که شماره اهالی هندوستان در طول 77 سال می تواند دوچند افزاید. بینندگان عزیز، در دامین لحظه ها ما ایجادکاران بخش خبری پیام روز تا قدر امکان سعی و حرکت کردیم تنها خبرهای مهمترین و آخرین روز را به شما رسانیم و در همین جا به بخش خبری انجام می بخشیم. خیر، سلامت باشید.